نیمه اهریمنی مقص وقتی چراغ همدلی خاموش میشه چطور یک انسان میتونه تمام ارزش های انسانیش رو از دست بده تبدیل بشه به یه موجودی که هیچ ترحم و هیچ احساسی در اطرافیان ایجاد نمیکنه عنوان صحبت من هست نیمه اهریمنی مقص وقتی چراغ همدلی خاموش می شود چند سال پیش بود من یه روز تو منزل نشسته بودم و داشتم گزارش خبری رو نگاه می کردم که مربوط بود به یه حادثه بمبگذاری توی زاهدان و خب همجور که می بینید توی اینجور اتفاقات تعداد زیادی کشته و زخمی و اینها داریم داشتم نگاه می کردم بعد یکی از کسانی که نقش داشت توی این بونگذاری رو صحبتش رو گوش میکردم خیلی ممنونم دیدم یه پسر نوجوانی بود و خیلی راحت راجع به اتفاقی که داشت میافتاد صحبت میکرد برام سوال پیش اومد که چه اتفاقی میافته که یه آدمی تو این سن یه کاری انجام میده و افراد مختلفی کشته میشن و هیچ احساس خاصی نداره نه تنها ناراحت نمیشه بلکه یه احساس رضایت درونی هم از دیدن این اتفاقات تو چهره شما مشاهده میکنید برای همین از اون سال موضوع امپاتی یا همدلی و به خصوص این که چه اتفاق میفته همدلی خاموش میشه توجه من رو جلب کرد و یه تعداد پروژه شروع کردیم توی دانشگاه تهران یه مدت انجام دادیم متوقف کردیم دوباره یکی دو ساله که من به این موضوع برگشتم و وقتی آقای دکتر اکبری به من پیشنهاد داد که همچین جلسی هست گفتم خب بد نیست که من این موضوع رو به عنوان سخنرانی انتخاب بکنم خب من فقط ببینم این چجوری خب فیلم پیانیست رو کیا دیدن؟ خب خیلی خوبه که دیدید اگر این فیلم رو دیده باشید چیزی که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم و حتما متوجه میشید یه پیانیست توی شهر ورشو آدم شناخته شده یه آدم محترمیه و زمانی که در روغ داره فعالیت میکنه مصادف میشه با جنگ جهانی دوم و اشغال لهستان توسط نازی ها نکته که وجود داره اینه که ایشون یهودیه و بنا میشه دولتی که حاکم بوده یهودیان رو اسیر بکنه اونا رو در اختیار دولت نازی قرار بده و موارد از این دست شما وقتی زندگی این آدم رو نگاه میکنید با دقت و با تمام وجودتون متوجه میشید که چطور یک انسان میتونه تمام ارزش های انسانیش رو از دست بده و تبدیل بشه به یه موجودی که هیچ ترحم و هیچ احساسی در اطرافیان ایجاد نمیکنه. سوال اینه که چه اتفاقی میفته، چه چیزی باعث میشه که اطرافیانی که اونجا زندگی میکردن و ممکن بود روزهای قبل با هم کافه برند، با هم ارتباط داشته باشند به این راحتی احساساتشون رو از دست میدن. خب اولش که نگاه میکنید ممکنه به ذهنتون برسه که این نازی ها هستند که آدم های شروری هستند و موجوداتی هستند که همدلی ندارن. و خیلی زود ما میریم به سمت این تئوری هایی که ما دو دسته آدم داریم آدم هایی که ذاتن شرورن و آدم هایی که ذاتن آدم های نیک و خوبی هستند. و اگه ببینیم کسانی این کار را انجام میدن احتمالا به این خاطر که اینها شخصیت شرور یا مشکلی توی همدلیشون دارن مطالعات که تو حوزه اختلالات روانپزشکی انجام شده نشون میده که خیلی هم بیراه نیست حداقل ما دسته ای از آدم ها داریم یا با بعضی از اختلالات داریم که یکی از نشانه هاشون ممکنه فقدان امپاتی باشه و ممکنه تو سطوح مختلف این اختلال رو ببینیم و مشاهده بکنیم اما مشکل هست همیشه اینجوری نیست شما آدم هایی رو میبینید که وقتی نگاهشون میکنید احساس میکنید آدم های کاملا سنگدلی هستند اما میبینید که از اینکه یک گل سرخ پژمرده میشه ناراحت میشن من یه شعر از احمد شاملو آوردم براتون سلاخی میگریست به قناری کوچکی دل باخته بود چه اتفاقی میفته اگه این آدم ذاتن شروره اگه این آدم ذاتن همدلی نداره چرا برای یه اتفاق دیگه برای یه مسئله خانوادگی یا برای یه چیز دیگه دلش میرسوزه و دچار عواطف میشه از طرف دیگه ما آدمهای خوبی رو میبینیم که بعضی وقتا کارهایی انجام میدن که کاملا خوشونتباره خب همه ای ما بارها شده مثلا توی رانندگی دلمون بخواد اون کسی که مسیر ما رو بریده چیکار کنیم کلش رو بکن خب خیلی از اتفاقاتی که میفته خوشنط هایی که ما ببینیم بینیم که از این ماجره ها زیاد اتفاق میفته آدم های معمولی آدم های خوبی که کارهای بسیار خوشونت بار انجام میدن و اگه مرور کنید تو اون لحظه ذهنتون میدید تو اون لحظه شما هیچ احساسی نسبت به طرف مقابل ندارید و حتی ممکنه خوشحال بشید از اینکه یه بلایی سر اون فرد بیاد باز اگه باور نمی کنید میخوام یه کتابی رو بهتون معرفی کنم که حتما این کتاب رو مطالعه بکنید زندگی یک کودک سربازه من وقتی این کتاب رو گرفتم نتونستم کنارش بذارم فکر کنم توی کشور سیرالون بود که زندگی یه کودکی رو شما می‌بینید که با بچه های خودش دوستان خودش داره بازی میکنه و اونجا یه جنگ داخلی اتفاق می‌افته و ماجرا به این شکل پیش میره که این کودک میره جزو یکی از اون گروه هایی که کودک هستن و وارد جنگ میشن و خشونت‌های وحشیانه‌ای که این کودک و دوستانش انجام میدن یعنی شما وقتی این خوشونتا رو میخورید مو به تنتون سیخ میشه و بعد توسط حالا نهادهایی که خامی کودکان هستن نجات پیدا میکنه و دوباره ایشون برمیگرده بعد از تمام بخشی و زندگی عادیش و این کتابو مینویسه شما میبینید که یک آدم معمولی یک کودک که نماد معصومیت چطور میتونه این مسیر رو طی کنه یعنی تبدیل به یک انسانی که فاقد همدلی هست و دوباره برگرده وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذارید این نکته هم بگم که وقتی شما نگاه میکنید میبینید که توی همه جای دنیا این اتفاقات میفته تو کشور خودمون توی ژاپنی که خودش قربانی هیروشیما میدونه توی نازیها ها نمیدونم نسکوشی که چند سال پیش توی ترکیه اتفاق افتاد و شما جاهای مختلف دنیا میبینید که این اتفاق میفته بعد به نظر میرسه که چیزی محدود به یه محدوده جغرافی یه گروهی از انسان ها نیست بنابراین بسیار فراگیر خب وقتی اینجوری ما نگاه میکنیم شاید باید زاویه نگاهمون رو عوض کنیم به جایی که دنبال آدم های خوبی، خوب یا آدمهای بد بگردیم بریم سراغ این سوال که وقتی انسان داره همدلی میکنه چه نتورک ها چه شبکه ها و چه سازوکار در مغز فعال میشه و وقتی که ما همدلی نمی کنیم، چه تغییری در این اتفاقات میفته یعنی در واقع ما باید یه سیستم پویایی رو در نظر بگیریم که بسته به موقعیت ممکنه فعال بشه و ممکن توی موقعیت دیگه بازداری یا خاموش بشه خب دانشمندان مختلفی تلاش کردند که بتونن این پدیده رو بفهمند. هم روانشناس های اجتماعی هم نورساینتیست ها و خیلی از دانشمندهای دیگه با انواع و اقسام تکنیک که ما داریم از تسکای شناختی بگیرید تا پرسش های شخصیتی تا عوامل مختلفی که ما میتونیم بررسی بکنیم و سعی کردن همزمان با در واقع مطالعات نورو ایمیجینگ اینا ببینن که این مدارها این نتورک ها که میتونه موقع همدلی فعال بشه چیا هر و بعد وقتی اونا رو بشناسیم میتونیم بعد بررسی بکنیم که چه بلایی سر اونها میفته توی موقعیت مختلف خب الان ما مطالعات که توی این جنده انجام شده به ما یه بینشی میده که میتونیم به طور کلی در مورد اینکه که معماری امپاتی توی مغز چی هست و چه مکانیسم های درش درگیر هست رو توضیح بدیم و من حالا در ادامه بحثم میخوام فرآیندهای اصلیش رو براتون توضیح بدم یکی از مکانیسم هایی که خیلی مهمه نظریه ذهن یا تئوری آف ماینده که ما باید بتونیم بفهمیم در ذهن دیگران چی میگذاره چیز دیگه که دیدن و خیلی روش تاکید هست و توافق وجود داره اینه که ما باید بتونیم بعضی از جنبه هایی که در طرف مقابل هست شبیه سازی بکنیم در وجود خودمون و نقطه سوم اینه که باید بتونیم از منظر اونها ببینیم دنیا به چه صورت است و دنیا رو تجربه کنیم پرسپکتیو تیکینگ یا نشستن بر نگاه دیگران اگه بخوام اینا رو ریزترش بکنم یه خورده میتونیم جزئیات بیشتر بکنیم مسئله اولی میشه که من چطور میتونم از حالات درونی دیگران آگاهی داشته باشم خب این آگاهی از جنس دانستنه من نگاه میکنم میبینم که امروز دوستم سرش پایینه خیلی لبخند نمیزنه وقتی میبینمش به خودم میگم که چون این کار رو نمیکنه چون لبخند نمیزنه پس ناراحت جنس صحبت هم نگاه کنید از جنس تئوریه از جنس کاگنیشن اما فرایند دیگه هم هست من ممکنه دوستم رو ببینم و میبینم که وقتی به من نزدیک میشه خون داره از چهرش میاد صورتش زخمی شده وقتی نگاش میکنم چی کار میکنم اولین واکنش نشون میدم اینجوری میکنم بدونی که قصدی داشته باشم بدنم شروع میکنه شبیه سازی کردن ساز و داریم که میتونه ویژگی های بدنی احساسات، هیجانات و حالات عاطفی دیگر رو شبیه سازی بکنه در وجود خودم یعنی جنسش متفاوت با اون اولی اولی از جنس دانستانه ولی این از جنس شبیه سازی درونی مقصد بعد اینه که من وقتی اونو نگاه میکنم با خودم مجسم میکنم که اون الان چی داره تجربه میکنه چی داره برش میگذاره چه اتفاقاتی رو داره تجربه میکنه و همینطور مجسم میکنم که اگه من جای اون بودم چی تجربه میکردم چه احساسهایی داشتم چه به چه چیزایی فکر میکردم خب همه این فرایندها سازوکار مختص خودش داره و میتونه در واقع درگیر بشه حالا فرض کنید که من تونستم احساسش رو بفهمم تونستم حالات درونش رو شبیه سازی بکنم باز کافی نیست یه مرحله دیگه هم وجود داره وقتی من میبینم یه کسی ناراحته و ناراحتیش رو درک میکنم یه هیجان دیگه هم در من ایجاد میشه من ممکن از ناراحتی اون ناراحت بشم ممکن از ناراحتی اون خشمگین بشم خب الزامن هیجانی که من در طرف مقابل میبینم و به اون پاسخ میدم یکسان نیست برای اینکه همدلی اتفاق بیفته باید توی گام دیگه یک همسویی عاطفی هم اتفاق بیفته که بعد راجب این صحبت میکنیم خیلی وقتا مشکل ممکنه اینجا باشه من تا حالا ذهنخانی و شبیه سازی رو گفتم و همسویی عاطفی هم گفتم خب بازم کافی نیست یعنی ممکنه من ببینم یه نفری ناراحته تو خیابون دارم رد میشم میبینم که یکی اذیت شده داره به یه نفر حمله میشه سوال اینه که آیا من حاضرم کمکی بکنم یا نه خب خیلی وقت ممکنه من فیلمی رو ببینم از یه نفری که دوچار رنج کمک میخواد گاهی وقتا من احساساتی میشم و ترغیب میشم یه کاری رو انجام بدم ولی گاهی وقتا بی تفاوت از کنارش میگذارم خب به نظر میرسه که یه ساز دیگه هم باید اضافه بشه که این در واقع همدلی که من احساس کردم تبدیل بشه به انگیزه یا دغدغه همدلان اینجا دو تا فرایند دیگه ای باز درگیر میشه این که وقتی من با این موقعیت مواجه میشم این سوال رو با خودم مطرح میکنم که چقدر به من مربوطه خب آیا من اصلا به من مربوطه من نقشی میتونم داشته باشم و سوال دومی که آیا اون فرد واقعا مستحق همدلی هست یا نه خب جالبه که سازوکارهای دیگه هم وجود داره که میتونه سازوکارهایی باشه که کاندیدای ارتباط با این توانمندی باشه خب بعضی از محقه ها پیدا کردن که میتونه توی ایجاد توازن بین مواجهه و فرار کردن از موقعیت نقش داشته باشه من وقتی یه موقعیت رو میبینم وقتی میبینم کسی داره رنج میکشه خودم خیلی وقت ممکنه تمایل داشته باشم که نزدیک بشم با اون فرد اما وقتی نزدیک میشم با چی مواجه میشم ممکنه خطراتی در پی داشته باشه ممکنه ناراحتیش انقدر زیاد باشه که من نتونم اون رو تحمل کنم برای همین ممکنه چیکار کنم کنار بکشم بگم به من ارتباطی نداره حالا دیگرانی هستن که میان کمک میکنن اما اگه بتونم اون رو کنترل کنم و این در واقع هایی که به من تحمیل میکنه بازداریش بکنم ممکنه سازکار پاداشی در من درگیر بشه یعنی از این که دارم این کار رو انجام میدم لذت ببرم خب این که گفتم سازوکار های شده توی نواهی توی ناحیه سپتال یا در واقع نوروپیپتیت اکسیتوسین دیدن که وقتی این اضافه میشه یا کم میشه روی این نور افتارهای ما تأثیر میذاره خب یعنی اینکه که من اگه توی شرایط خاصی باشم ممکنه دل و جرأت کمک کردنم داشته باشم ممکنه احساس مسئولیت هم بکنم خب اونجاست که من به این سوال فکر میدم که به من هم مرتبط یه نکته جالبی دیگه که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم و بعد برمیگردم بهش دیدن همین اکسیتوسینی که ازش صحبت کردی و ممکنه توی این در واقع رفتاری که گفتم نقش داشته باشه توی بعضی از پستانداران اومدن اینو بررسی کردن دیدن که وجود اکسیتوسین مثلا توی گوسفندا باعث میشه که مادر به بره خود شیر بده و به بره های دیگه شیر نده ازشون گیری بکنه اما اگه اکسیتوسین رو کم کنن به برراهای دیگه شیر میده خب یعنی انگار در واقع اون داره اینو تعدیل میکنه که تو باید به کسانی که به نزدیک هستن کمک کنی اگه کم باشه اون مانع برداشته میشه و اون موجود به همه در ممکنه واکنش نشون میده یا بخوام اگه تعبیرش بکنیم انگار اکسیتوسین داره میگه که به غریبه ها اعتماد نکن اما توی موجودات رد بالاتر که میایم این مداخله خورده جالب تر میشه این به خصوص توی مطالعات انسانی نتایج خیلی جالبی پیدا کرده مثل بازی هایی که شما مشارکتیه و باید مثلا با افرادی بازی کنید بعضی رقیبتون هم بعضی منصف هم بعضی غیر منصف هم. و دیدن که وقتی شما اکسیتوسین رو حالا به یه شکلی به افراد منتقل میکنی سطحش رو به بالاتر وقتی داره توی بازی یا توی تعامل گروهی شرکت میکنه نسبت به دوستانش ممکنه احساساش چی بشه؟ تقویت بشه نسبت به غریبه ها چی؟ نسبت به غریبه ها هم رفتارش نودوستانه تر میشه یعنی میره به سمتشون بهشون کمک کنه اما نسبت به دشمنان چی؟ به شدت فاصله میگیره یعنی میزان کمک کردنش کاهش پیدا میکنه و در واقع از اونها چی میشه دور میشه خب اینو به این خاطر گفتم که میخوام برگردم که به نظر میرسه اینجا ما یه واسطه ای داریم یعنی یه کاتگوریزیشنی داریم بستگی داره این چیزی که ما داریم میگیم اثر میذاره بستگی داره که موضوعش مخاطبش چه کسی باشه دشمن دوست یا غریب است الان این بحثم رو جمع بکنم یعنی در واقع من در ادامه اون فرایندهایی که داشتم راجع به همدلی میگفتم ما تئوری آف مایند رو داشتیم شبیه سازی رو داشتیم همسویی عاطفی رو داشتیم و همینطور ساز و که به من این احساس مسئولیت رو بده که برم به سمت طرف کمکش بکنم یا نکنم و نتیجه این نوا... تمام این محاسبات این میشه که گاهی وقتا ما احساس مسئولیت میکنیم برای کمک به دیگران و گاهی وقتا احساس بیتفاوتی و کناره گیریم نکته دیگه که میخوام بهش به و در ادامه صحبت های قبلیه من اون سال مطرح کردم که آیا طرف مقابل مستحق همدلی هست یا نه یه محققی هست به اسم خانم تانیا سینگر کار خیلی جالبی توی حوزه امپاتی انجام داده و اینی که از مطالعات خیلی جالبشه در واقع افراد رو توی دستگاه اف قرار میداد نور ایمیجینگ ازشون صورت میگرفت و ما میتونستیم ببینیم که جاهای مختلف مغزشون چجوری واکنش نشون میده به خصوص جاهایی که نسبت به درد پاسخ میده خب مطالعات قبلی نشون داده بودن که من وقتی دیگری رو میبینم که داره رنج میکشه اون نواحی که با در واقع پردازش درد هم هست اون نواهی چه من خودم رنج بکشم چه وقتی طرف مقابل رنج رو تجربه میکنه فعال میشه میخواستن ببینن که این توی موقعیت های مختلف میزان فعالیتش چجوری تغییر میکنه اومدن قبل از اینکه موقعیت اصلی این بود که شما یه نفری رو میدیدید که به اون فردی شوکی وارد میشد یا دردی بهش وارد میشد و شما اون تجربه دردش رو میدیدید و بعد بررسی میشد که مغز شما چه واکنشی نسبت به دردی که داره اون تجربه میکنه نشون میده خب من یه مرحله قبلش اضافه کردم مرحله قبل چی بود از این شرکت کننده ها خواستن توی بازی شرکت بکنن توی بازی مشارکتی و اون کسی که بازی میکرد در واقع دستیار آزمایشگر بود و ازش خواستن نقش های متفاوتی ریفا کنه گاهی وقتا اون طرفی که با من بازی میکنه یه آدمی هست که منصفانه بازی نمیکنه سعی میکنه چتر بازی کنه سعی میکنه به نفع خودش عمل کنه یه جایی کلاورداری بکنه و یه آدم دیگه بود که بازیگر فیر بود منصفانه بازی میکرد و من با یه همچین طبقه بندی با آدم ها مواجه میشم بعد میبینم این آدم ها رو که داره بهشون شوک وارد میشه یا در معرض یه دردی قرار میگیرن خب حالا سوالش این بود که وقتی من این آدم ها رو میبینم میزان پاسخ شناختیم و پاسخ مغزیم به درد اینها به چه صورت است خب شما اون ستون اول میبینید که فیر پلیر ستون دوم آنفر پلیر نگاه میکنیم میبینید که وقتی آنفر پلیر میشه اون ناحیه که به درد پاسخ میداد چقدر خواهش پیدا میکنه یا همینطور در واقع اون بالایی در مورد آقایون پایین مال خانم هست و باز اندازه کردن میزان انتقامی که افراد احساس میکردن که باید انجام بدن با فعالیت aسیسی که اون در واقع پریشانی که آدم از درد احساس میکنه رو باهاش مرتبط است